بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست‌های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. سست‌تر و بی‌پایه‌تر از منطق پوشالی تأسیس رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی‌ها بنابر ادعای خود به یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملتی در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در آن کشور انتقام یهودیان را گرفت. این منطقی است که دولت‌های غربی با حمایت بی‌دریغ و دیوانه‌وار خود از رژیم صهیونیستی به آن تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود در باب حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کرده. و این ماجرای خنده‌آور و گریه‌آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد و هر از چندی برگ دیگری بر آن افزوده می‌شود. صهیونیست‌ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه ای همگانی است. یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت قاسب در سال 1948 تأسیس شد، ولی مقدمات دستندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده بود. این سالها مقارن است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رسوندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث اون سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمینه‌ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امت اسلامی وارد آمد. این عبرت آموز است که در اون مقطع هر دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیست با قارون‌های صهیونیست به همافزایی رسیدند. انگلیس اصل توطئه را طراحی و پیگیری کرد. سرمایه‌داران صهیونیست اجرای آن را با پول و سلاح بر عهده گرفتند و شوروی اولین دولتی بود که تأسیس دولت نامشروع را به رسمیت شناخت و انبوه یهودیان را به آنجا اعزام کرد. رژیم غاصب محصول آن وضعیت در جهان اسلام از سوی و این توطئه و تهاجم و تجاوز اروپایی از سوی دیگر بود. امروز دیگر وضع جهان مانند آن روز نیست. ما باید این حقیقت را همواره در نظر داشته باشیم. امروز موازنه قوا به نفع دنیای اسلام تغییر یافته است. حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا ضعف‌ها و اختلالات عمیق ساختاری و مدیریتی و اخلاقی غربی‌ها را در برابر جهانیان عریان کرد. قضایای انتخابات در آمریکا و آزمون به شدت رسوای مدیران پرمدعا و متکبر آن و نیز مواجهه یک ساله ناموفق با کرونا همه‌گیر در آمریکا و اروپا و حواشی شرم‌آور آن و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی اخیر در مهمترین کشورهای اروپایی همه نشانه سیل نزولی و افولی اردوگاه غرب است. در سوی دیگر رشد نیروهای مقاومت در حساس‌ترین مناطق اسلامی، رشد توانایی‌های دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگیزه و امید در ملت‌های مسلمان، رشد گرایش به شعارهای اسلامی و قرآنی، رشد علمی، رشد استقلال طلبی و خود اتکایی در ملت‌ها نشانه‌های
مبارکی است که آینده بهتر را نوید می‌دهد. در این آینده مبارک باید هم‌افزایی کشورهای مسلمان یک هدف عمده و اساسی باشد و این چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. محور این هم‌افزایی قضیه فلسطین به معنی همه کشور و سرنوشت قدس شریف است. این همون حقیقتی است که دل نورانی امام خمینی عظیم رحمت الله علیه را به اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه رمضان هدایت کرد. هم‌افزایی مسلمین بر محور قدس شریف قابوس دشمن صهیونیست و حامیان آمریکایی و اروپایی آن است. طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاش های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است. من قاطعانه میگویم این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. دو عامل مهم تعیین کننده آینده است. اول و مهمتر تداوم مقاومت در داخل سرزمین های فلسطین و تقویت خط جهاد و شهادت، و دوم حمایت جهانی دولت ها و ملت های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطین. همه دولت مردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه ها، جوانان غیور و دیگر قشرها باید جایگاه خود در این حرکت سراسری را بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است اون چیزی که کید دشمن را باطل می کند و برای این وعده الهی ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون مصداقی آخر الزمانی به وجود می آورد. والله غالب علی امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.